می‌بینیم که بر ضد منافع ایران تحریفاتی و شعارهایی می‌شنویم که این به گوش ایرانی ناآشناست هیچ ایرانی حقیقی یک همچین شعاری دیم. ولی ما این شعارها رو شنید ترجب کردی تأصف خورد بلکه قصه هم خورد چی تو می شود؟ یک نفر اسمش ایرانی باشه ولی شعاری بدهد که مستقیما به وسیله خارجی به او دیکته شده ولی پرده ها بالا را ماسک ها عقب افراد شناخته شده حالا این افراد در هر مقام و منزلتی که باشه اینا شناخته شده. سفوف ایرانی باید از هم جدا از سی میلیون جمعیت مطمئن هستم که 29 میلیون و 900 خورده هزار نفرش ایرانی هم و قلیلی اگر اسمشون ایرانی باشد دلشون ایرانی نیست این دو صف باید از هم مجزا البته ارزش این را ندارد که بگویم این دو سری اون 29 میلیون و 900 خورده هزار نفر از اون چند هزار نفر ها باید فاصله بگیرند درود با شما ایرانیان نژاده امروز با شما هستم تا در ارتباط با موقعیت ایران در منطقه موقعیت ژئوپلیتیک و سوقل جشیش و اینکه چرا بایستی به متحدان خودش در منطقه به مانند ها حسیها، حوسی های یمن و حزب الله لبنان کمک بکنه و اینا رو سازماندهی کنه همه این صحبتان امروز از منظر منافع ملی و امنیت ملی براتون بیان خواهم کرد و مطمئن باشید برنامه ای است که جای هیچ پرسشی رو باقی نمیذاره و خیلی ها رو رسوا میکنه صحبت هایی که در این برنامه قرار انجام بشه اولا که یک شو که تا الان هیچ کدومتون نشنیدید شما عزیزان ما با نقشه جغرافیا رو بهتون در این برنامه نشون میدیم و خیلی چیزها رو بر اساس نقشه جغرافیا براتون توضیح خواهیم داد که بهتر بتونید درک بکنید بخش قابل توجهی از این برنامه قبلا توسط تحلیلگرهای جمهوری اسلامی بیان شده ولی خب میدونید ادبیات خیلی از اینها هر چقدر هم حرف درست بزنن چون ادبیاتی اسلامی است بعد توی وسط صحبت یه میگن محتی بیا محتی برو قرار امام زمان بیاد بره قایبه کبرای صغرای اینجور بحثا رو مطرح میکنن خیلی از عزیزان زده میشن ولی تأثیری که ما داریم تو برنامه هامون بابت اینه که هم عزیزان حزب اللهی بسیجی برنامه ما رو نگاه میکنن هم عزیزان اسلام ستیز ما رو نگاه میکنن هر کسی که دل در گرو ایران داره ما رو نگاه میکنه و برای همین ما لازم دونستیم که با وجودی که بخش های از این صحبت ها قبلا در سوی برخی تحلیلگرهای جمهوری اسلامی مطرح شده ولی خودیاشون نشستن گوش کردن کسی زیاد اهمیت نداره از بیرون از اون محدوده حامیان حکومت و لازمه که برای اولین بار از کسانی بیان این صحبت رو بکنن که بیرون از این حکومت هستن و واقعا موقعیت جغرافیایی رو برای خیلی از عزیزان توضیح بدم موضع منم مشخص یک بار دیگر باید موضع مشخص کنم من نه با اپوزیسیونم نه با جمهوری اسلامی هم نه با مردم من با منافع ملی کشورم و مسائل و طولانی مدت میبینم یعنی در این بازه زمانی هفتاد سالی که حالا آدم به دنیا میاد و میره من قضایی رو نگاه نمی کنم. من مسائل رو بر اساس نسل های گذشته و نسل های آینده می بینم و صحبت هایی که اینجا امروز انجام میشه فقط از منظر منافع ملی است و اینکه ما در این برنامه صحبت هایی رو در دفاع از شیعه شاید مطرح کنیم نه بابت ایدئولوژی شیعه است بلکه بابت مسائل استراتژیکه در ارتباط با شیعه هم من صحبت کردم شیعه در حقیقت زیر لایه های این پوسته نازک خودش یک بافت زخیم آریایی و زرتشتی داره و امروز براتون خیلی مسائل رو باز خواهم کرد دهم اردیبهشت ما هم هست روز شاخاب پارس و اصلا به همین بهانه داریم برنامه رو و بخشی از این برنامه برای اولین بار تحقیقات شخص خودمه ولی بخش قابل توجهی از این صحبت ها قبلا انجام شده که منم کمک گرفتم از برخی یا که قبلا این مسائل بیان کردن ولی امروز برای اولین بار به صورت ایرانیزه شده این صحبت ها بیان میشه بخشهایی که انتخاب کردم با یاران رودست که صحبت کردم گفتم خب برخی از این صحبت ها انجام شده اینا دیدیم که نباید از تکرار به ترسیم یا اینکه برخی سخنانی که قبلا انجام شده رو ما تکرار کنیم دیدم که موبت خورشیدیان انسان بزرگی که مطمئنا از اون انجامن بزرگ مقانی است که اشو زرتاش برای نگهبانی از اینان عزیزمون درست کردن و واقعا تا به امروز محبت خورشیدیان خیلی زحمت کشیدن همواره محبت خورشیدیان اون زمانی که من در پای سخنرانی می ایشون میشستم می گفتم می گفتن حرف درست و اگر لازمه از تکرار نترسید تکرار گویی کنید و هر کسی یک قدرت بیانی داره و هر کسی از منظر خودش بایستی حرف درست و از زوایای مختلف بیان کنه بله برای همین من برخی از تحقیقاتی که در درون برخی از تحلیلگرهای جمهوری اسلامی شده رو من تونستم بهره بگیرم و در این برنامه بخوام ارائه بدم برخی هم که خودم تحقیق کردم و برای اولین بار قراره گفته بشه یک مقدمه ای بگم بعد برسیم به سوره به سمت منطقه اینا یک مسئله رو بگم خیلی جالبه ما مردم میدانیم که خیلی چیزها رو نظر میدن ولی وقتی بهشون میگیم آقا مثلا همسایه های ایران کیر عاجزن که نام ببرن ولی مثلا یه چیزهایی بعد وقتا از طریق پدیده رسانه در این سال مطرح میشه همه به صورت توتیوار تکرار میکنن ولی هیچ کدوم وقتی که بهشون مثلا یه جا گیرشون میاری گوشه رینگ میگی خب آقا جون مثلا تو کشورهای شمالی ایران رو نام ببر نمیتونه نام ببره چجوری تو در مورد مثلا دریای مازندران نظر میدی که آی مثلا فروختیم نفروختیم این مسائل که من لازم دیدم که در مورد مسائل جغرافیای منطقه در این برنامه صحبت اساسی داشته باشم این یک مسئله مسئله دوم که بخوایم وارد برنامه بشیم بحث این که چه اتفاقاتی در کشور ما افتاده بحث شورش پنجه یکی از مسائل مهمی است پادشاه فقید در حقیقت خب میدونید که من بارها گفتم چه بخوایم چه نخوایم مهره آمریکا یا بود ولی پادشاه آدم میهنپرستی بود راهی هم نداشت با اون شرایط مملکت بعد از جنگ جهانی اول یک سری صحبت ها در بخش مقدمه میدونم براتون تکراریست ولی پیش نیاز بحثه که بتونیم وارد بحث بشیم وقتی که پادشاه فقیر از سال پنجاه به این سو بیشتر خواستش که از زیر سایه آمریکا در بیاد و بتونه مستقل بشه بحث نفت رو کشید و یکی از این بحث نفت بحثی است که تا به امروز هم حیاتی است که حالا تو این برنامه براتون خواهم گفت و حتی وقتی که پادشاه فقیر گفت آقا قیمت نفت باید بره بالا اینا جمشید آموزگار که توی اوپک بود آقای علم اسدالله علم نزدیکترین فرد به شاه که عامل انگلیس بود زنگ میزد به جمشید و آموزگار میگو انگلیسی ها ناراحت میشن به هر روی پادشاه فقید مخری بود که به قول خود آمریکا یا یاقی شده بود دیگه نمیخواستش که به قول خود آمریکا یا جاندارم آمریکا تو منطقه باشه میخواستش که ایران جایگاه اصلی خودش رو پیدا کنه چون پادشاه فقید فرد میهن پرستی بود و راهی هم نداشت میگم بعد از جنگ جهانی دوم اینکه متفقین اومدن در کشورمون چه اتفاقاتی افتاد رضا اینا رو نمیخوام توضیح بدم این صحبت ها رو قبلا کردم ولی پیش نیاز این برنامه است به هر حال آمریکا یا تمام میکنن تمام میکنن شاه و وردنن حکومت دیگری و جای شاه بیارن که بله قرباگو بشه و به مانند صدام بن علی قذافی و خیلی از چهرهایی که تا به امروز بازیچه ای آمریکا بودن یا حتی خود صدام یک حکومتی رو در ایران بنشاند که این حکومت کاملا بله قربانگو باشه و دیگه به مانند شاد نه تو کارش نیاد برای همین آمریکایی‌ها رو بحث آقای بازرگان و تیم بازرگان ابراهیم یزدی داریوش فروهر رو اینجور افراد لیبرال های کلاسیک مصدقی سرمایه گذاری کرده بودن آقای این مصدقی خود کلاش رو بزنن بالاتر بعد خرد و زد و اینکه به حال خمینی تونست با تحریک احساسات عمومی تحریک احساسات شیعه عمومی کشور رو بگیره و این یک شانس تاریخی بود برای ما اتفاقا بعد از اون جمهوری اسلامی باج به آمریکا نداد آمریکا هم تا همین چند سال پیش هیچ وقت به دنبال براندازی جمهوری اسلامی نبود اصلا نمیخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه آمریکا همواره در تلاش بود جمهوری اسلامی رو به جای سرنگونی سربراه کنه که منافع خودش رو منطقه تأمین بشه حالا این منافع چیه ما همش میگیم آقا منافع آمریکا منافع این موقعیت جغرافیایی ما از چی داریم صحبت میکنیم که در این برنامه میخوام بهتون بگم یکی از بحث مهم آمریکا و متحدانش به مانند انگلیس و فرانسه بحث نفت تو منطقه است انرژی انرژی یک بحث بسیار حیاتی است تو منطقه است. خب بیشتر انرژی ها تو منطقه است. الان در حال جالبتون یا 70 درصد نفت دنیا در دست بخش شیعه است نه کشورهای شیعه دقت کنید بخش شیعه نشینه مثلا شما میتونید در عربستان جالبه در دو قسمت عربستان که بیشترین نفت داره دست شیعه ها هست یعنی <started horror> <يعني laughs> با اینکه شیعیان در عربستان بسیار تعدادی کمی دارن ولی در بخش شیعه نشین بیشتر نفت وجود داره بنابراین نفت بیشتر در دست شیعیان هست و شیعه یعنی چی؟ یعنی آریایی مخفی یعنی زرتشت پنهان زرتشت و <reached brushes> بحث اصلا همین امام زمان و اینجور چیزایی که میگن یعنی همین سوشیانت زرتشتی است دیگه شیعه اول و آخرش یک سخت افزار زرتشتی داره بیشتر نفت از شاخهای پارس میده با اگر اجازه بدید با همدیگه حالا میریم رو نقشه من نقشه رو بهتون نشون بدم به این نقشه جغرافیاست است نقشه جغرافیا اینجا بیشتر نفت در اینجا تولید میشه امارات قطر بحرین حتی کویت عراق ایرانه حتی عربستان نفت اصلیش در شرق خودش تولید میشه در کنار آبهای شاخاب پارس یک بخش دیگه هم نفت داره عربستان که در این بخش اون هم دست شیعیانه و در اینجا همه نفتا جمع میشه یه دقیقه بیایم داخل همه نفتا که در شاخاب پارس عزیزان جمع میشه نفتا با کشتی های نفتکش بزرگ حرکت میکنن ولی شاخاب پارس یک مشکلی داره مشکلش اینه که در بخشی از قسمت های پارس عمق آب کمه یعنی کف کش نفتکش های که دارن رد میشن که نفت رو بخوام ببرن به سمت تنگی هرمز رد شن و به سمت آب های آزاد راه خودشون رو باز کنن نمیتونن در بخش های عمقی کم حرکت کنن بخش هایی که سمت ایران بیشترش عمقش بیشتره چیز زیاده و از وسط شاخه پارت پارس باید حالا اینجا شاخه وسطش خیلی جالبه که اینجا رو بریم تو نقشه نگاه کنیم ببینید در نقشه اینجا نگاه کنید اینجا شش تا جزیره رو دارید میبینید این تومب بزرگه این تومب کوچکه این ابو موسی سه تا جزیره دیگه هم اینجا هست فارو بزرگ فارو کوچک و سیری جالبه که بهتون بگم که بیشتر کشتی که میخوان ردشن از وسط یعنی اینجا جمع میکنن ولی که اینجا بعضیش عمقش کمه میان و از وسط این شیشتا جزیره رد میشن حالا بیاریم داخل حالا فهمیدید چرا جزیره ابو موسا تن به کوچک و بزرگ برای امارات مهمه تا بتونه اونجا رو تصاحب کنه چون بیشتر نفت ها از وسط اینا یعنی هر کسی که این 6 تا جزیره رو داشته باشه اشراف داره اینم که میگم برای اولین بار جزیره فارو بزرگ و فارو کوچک و سیریو حتی تحلیل جمهوری اسلامی هم که خیلی تو این قضایی ها میرن دارن کار تحقیقاتی میکنن تا به امروز هیچ کدومش نگفتن یعنی اگر شما الان سر جزایر سگانه تنبه کوچک و بزرگ و او که این سنی هم در اجلاس 29 همین, 29 همین اجلاس سران عرب در عربستان برگزار شد و دوباره دست بر این سه جزیره و بزنن به تخته نه زیاد جمهوری اسلامی صداش در نزیاد نه زیاد اپوزیسیونش که هیچی اصلا اپوزیسیون که از محمد بن سلمان رفت حمایت کرد اگر سر این سه تا جزیره ما کوتا بیاییم و اینها رو بدیم بعد این بیشرف ها میان سمت فارو کوچک و فارو بزرگ و جزیره سیری و این سه تا رو میخوان نه که سیرو چیز ندارن سیرو ندارن که همه رو میخوان این شیشتا جزیره بسیار راهبردی هستند که باید نگهشون داریم وقتی یه کشتی ها از اینجا رد میشن میرسم به تنگی هرمز باز بریم تو نقشه بهتون نشون بدم بله در نقشه دارید نگاه میکنید در اینجا که وقتی کشتی ها میان اینجا رد میشن میخوان از تنگی هرمز رد بشن جالبه تو میگم آبهایی که سمت امارات و از اون سمت هم سمت عمان هست عمقش کمه ولی آبهایی که در طرف ساحل ایران هست عمقش زیاده یعنی کشتی ها نمیتونن حتی وسط اینجوری ردشن کشتی ها باید میان و سمت ساحل ایران ردشن اینجایی که دارید میبینید که این خودش نکته بسیار مهمیه بیایم داخل خب این موقعیت جغرافیایی ما در شاخاب پارسه ایران تهدید کرد که آقا اگه جنگی چیزی بشه ما این تنگه هرمز رو میبندیم پدر صاحب بچه‌تون در میاریم کلی از این نفتو که قرار به آبهای آزاد برسن و از اون سمت بیان به سوی اروپا و آمریکا رو میبندیم این تنگه هرمز رو میبندیم این بحث بس بحثی چهل ساله آمریکا یا وقتی دیدن جمهوری اسلامی رو نمیتونن به قول خودشون سر به راه بیارن و میخوان با جمهوری اسلامی حالا یواش یواش اقدام نظامی کنن و برای سرنگونی کارهایی رو انجام بدن اومدن از همون ابتدای شورش 50 دیگه در دهه 60، 60 خورشیدی منظورمه اومدن یک جورای تنگی هرموز رو خواستن دور بزنن چیکار کردن؟ اومدن بریم روی نقشه بهتون بگم اومدن اینجا نفت عربستان اینجا رو میبینید نفت عربستان از اینجا کشیدن آوردن و راهش یک لوله نفت کشیدن از اینجا تا اینجا و راهش رو به دریای سرخ باز کردن این دریای سرخه که شبه جزیره عربستان داره یک عربستان یه خود موقعیت فوق هم داره چون یک طرفش به شاخه پارس و یک طرفش به دریای سرخ نفت آوردن اینجا از طریق این خط کشیدن یه حرکت دیگه هم زدن اینه که نفت ها. از اینجا یک لوله نفت کشیدن دور زدن و اومدن یعنی یه خورده دورش کوچیک‌تر بود اومدن اینجا و تنگه هرمز رو دور زدن در حقیقت یعنی نفت رو اینجا آوردن و اینجا انجام دادن بیایم داخل یعنی با این کار خونسا کردن این موقعیت ایران رو توی بخش شاخه پارس گفتن حالا تنگه هرمزم هم ایران ببنده ما نفت عربستان و, و کشورهای منطقه رو با این دو تا خط لوله نفت میتونیم دور بزنیم رایش رو به دریای سرخ و از اون برم تنگی هرموز رو دور زنیم به آبهای آزار نفت این بخش از منطقه رو بتونیم به دست بیاریم حتی اگه ایران لج بکنه و تنگی هرموز بمنده حالا این داشته باشه این تا اینجا بمونه بریم من میخوام موقعیت فقط موقعیت جغرافیایی رو براتون توضیح بدم بریم به سمت یمن چرا یمن مهمه بریم داخل ببینید در یمن یکی از بحثایی که خیلی مهمه اینجاست اینجا هم یک تنگه دیگری است به نام تنگه بابل مندب این تنگه بابل مندب که این کشور یمنه بهتون بگم اینجا کشور یمنه و این تنگه بابل مندبه این تنگه بابل مندب تقریبا 50 خورده درصد از نفت کره زمین حالا به از اون کشتی های تجاری و اجناس دیگر از اینجا رد میشه و راهشو به اروپا باز میکنه چرا اینجا که نه مثلا چین و هند و اینا که بخوان یا کشورهای مثلا به حتی پاکستان حالا بیشتر چین چون چین خیلی صادرات داره بخوان از اینجا میان آبهای آزاد از اینجا رد میشن میان تنگه بابل ممره رد میکنن میان 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 تو دریای سرخ و از دریای سرخ کانال سوئز و از کانال سوئز وارد دریای مدیترانه میشن و در اروپا و این کانال سوئز هم چه شاهکاری است که حالا بهتون خواهم گفت کی درستش کرده در حقیقت چین نمیتونه بیاد یا هند که مثلا آب مثلا کشتی رو بخوام بیان پایین دور بزنن مثلا شاخ آفریقا رو بیان دور بزنن برن ردشن بیان بالا مثلا میبینید این فایده نداره که یا مثلا از اون سو بخوام برن یعنی هند بیار از این سو بره این همه آب این اقیانوس رد کنه رد کنه تازه آمریکا آمریکا رو رد بکنه برو 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 همینجوری تو نقشم کلی طول میکشه بیار از اینجا تا خودش رو برسونه به دریای مدیترانه یعنی واقعا از نظر سوخت و اینا بیچاره میشه یک کشور بخواد چیکار کنه بنابراین هند و چین و کشورهای شرق آسیا یا همونطور برعکس اروپا اروپایی ها میخوان صادر کنن میان اینجا در, در دریای مدیترانه کانال سوئز رو رد میکنن میان دریای سرخ و از دریای سرخ راه خودشون با آبهای آزاد و سپس به شرق آسیا این یک راهی است بین شرق و غرب که در حقیقت این تنگه بابل مندب و دریای سرخ و کانال سوئز شرق و غرب رو به هم وصل میکنه بنابراین این تنگ خیلی مهمه ایزان حالا این تنگ دو سویش کیا هستن یه دونه یمنه و یه دونه جیپوتیه همون جیپوتی که مسخره میکردید این جیپوتیه یعنی جیپوتی یک سوی این تنگ بابل مندبه و یمن یک سوی دیگر در اینجا که خیلی مهمه یک جزیره است به نام میون این جزیره معیون که بسیار مهمه میگن که کسی اگر این جزیره رو داشته باشه تقریبا 52 درصد نفت دنیا رو میتونه کنترل کنه که از بغل اینجا رد میشه به از اون حالا اون همه کشتی های تجاری دیگری که رد میشن بنابراین این جزیره هم بسیار از نظر سوق اهمیت داره حالا جالبه یه چیزی رو میخوام بهتون بگم بیایم داخل خب حالا این جزیره معیون رو دیدی حالا میخوام اهمیت این جزیره رو براتون بگم این عکس رو نگاه کنید این تمره الیزابت گذشته یعنی ملکه گذشته انگلیس به نام الیزابت این مال میشه میده در یمن و در یمن اونجا میمونه یه مدتی در عدن هم این تمرا برای همون مناسبته و میاد در جزیره معیون عروسی میگیره در خیلی حرفا ملکه انگلیس از اون سر دنیا از شمال اروپا میاد در یک جزیره معیون که همه فقیر و اینام هستن میاد اونجا عروسی میگیره یعنی اهمیت این جزیره رو به خوبی این خانم درک میکنه اینجا حالا بحث جیپوتی رو که دیدید چقدر مهمه بحث این جزیره معیون هم که دیدید الان تو درگیری های اخیر از سال 2015 به این سو که این درگیریا شروع شد و اینا امریکایی ها با کمک فرانسه و عربستان در جزیره معیون نیروی نظامی خالی کردن که حوسی بعد اونجا رو نگیرن نیروی نظامی خالی کردن اونجا رو گرفتن که با اعتراض شدید چین قرار گرفت یعنی چین اومد تو غلط میکنی جزیره مریون رو بگیری حالا چین اون سر دنیا چون میدونه که اگر احساس خطر میکنه چین که اگر جزیره مریون رو اینا بگیرن و بتونن بر روی تنگه بابل مندب اینا اشراف داشته باشن بابا کلی از این کشیه چینی دیگه ول معطلا چین چیکار میکنه فورا میاد در این طرف تنگ بابل مندب یعنی جیپوتی پایگاه نظامی چون جیپوتی یک کشور فقیریه و یعنی حالا بهتون میگم کشورهای آفریقایی چقدر از نظر موقعیت جغرافیایی خیلی مهم هستن و چگونه اینا رو دارن استعمار میکنن یکیش همین جیپوتیه که البته آمریکا و فرانسه و اینا هم اونجا رفتن پایگاه کوچیکی رو انداختن ولی بزرگترین پایگاه رو چین میره سریع در همین 2015 به این سو در جیپوتی راه میندازه که بتونه مقابله بکنه اگر یک زمانی بلوک غرب اونجا خواستن جلوی تنگه باب المندب رو ببندن اینا نیروی نظامی خودشونو داشته باشن معمولا در جیپوتی نیرو خالی کنن. اینجا یک نکته بسیار مهم من بعد تقدیر بکنیم که احمدی نژاد با هوشمندی حالا آدم درستی غلطی بالاست پایین من مسئله از امنیت ملی نگاه میکنم اون موقع احمدی نژاد و تیمش به درستی بالا میشن میرن در جیپوتی و اونجا بیمارستان راه میندازن چقدر حالا همه ماها مسخره کردیم یکی از اونایی هم که مسخره کرد خود من بودم برای که مثلا منطقه رو خوب نمیشناسیم ایزان بالا میشه میره در جیپوتی بیمارستان راه میندازه که بتونه جاپای خودش اونجا صرف کنه که خب اگر اگه الان جاپامون توی جیپوتی صرف بود یمن هم که داره این اتفاقات میفته و حوثی ها دارن قدرت می‌گیرن که حالا تو بخش بعدی برنامه در مورد صحبت خواهم کرد ما الان میتونستیم یعنی یکی تنگه هرمز رو داریم یعنی 50 درصد 40 درصد نفت دنیا که از تنگه هرمز میخواد رد اونجا رو داریم 50 درصد دیگه از نفت دنیا هم که میخواد از این سمت رد شه اونجا هم داریم در تنگه بابل مندب و یعنی دو قسمت استراتژیک ما میتونستیم داشته باشیم این یکی از این مسائل پس اینا رو حالا بتونیم که نه بس موقعیت یمن هم دیدیم یمن مهمه به خاطر تنگه بابل مندب. حالت موقعیت های دیگه هم داره من دارم میخوام فقط اون چیزی که به درد من و شما میخوره رو تو این برنامه بگم ایران هم پس سنگه هرمز شد تا اینجا کار حالا بیاریم یک گریزی بزنیم به سمت حزب الله لبنان اصلا حزب الله و اینا داستانش چیه ببینید فتنه ای اسرائیل وقتی که آغاز میشه خب چند درصد از زمین ها رو اینا میان از فلسطینی ها میخرن میگن 5 -6 درصد خود فلسطینی ها میفروشن 4 -5 درصد هم انگلیسی ها به اینا میدن بحث بر روی درصد این اختلاف نظر هست چند درصد فروخته چی ولی عموم زمین های فلسطین همونطور که در این عکس دارید میبینید عموم زمین های فلسطین که در این سیر تحولی اسرائیل رو میبینید بر اساس جنگ تونستش اسرائیل به دست بیاره اسرائیل که داشت هر روز بزرگتر میشد تو آرمان های صهیونیشون هم هست دیگه آقا ما دنبال اسرائیل بزرگ و بزرگتر هستیم حالا چرا بزرگ و بزرگتر که حتی شامل خاک های ایران هم میشه اصلا چرا اسرائیل میاد انقدر با جنگ خودش رو بزرگ میکنه و اینجوری آمریکا پشتشه این چراشو بذارید من نگم از جان پرکینز اقتصاددان و جزء کسانی که طراحی کرد بحثه منطقه را در راستای منافع آمریکا و کمک های شایانی به اسرائیل کرد نمیدونم زد به سرش چه اتفاقی افتاد دو سه سال پیش این آدم اومد یک سری افشاگری‌ها کرد یعنی افشاگری که چه کنم داشتش داشت از فتوحات خودش و هنرهای خودش در یک کنفرانس صحبت میکرد که خیلی کد به ما داد من صحبت آقای جان پرکینز رو میزنم حتی در این صحبت ها اشاره میکنه که قاسم رئیس جمهور قبلی عراق قبل از صدام حسین این یه آدم بحثش این بود که آقا جان نفت عراق باید برای عراقی ها خرد بشه بعد میان عبدالکریم قاسم و آمریکایی‌ها ترور میکنه که همین آقای جان پرکینز اعتراف میکنه که کار سی‌آی‌ای کشتن عبدالکریم قاسم

But for those of you who think that Israel is about creating a homeland for the Jewish people, you're as deceived as most of them are. It's partly about that, perhaps, but what it's really about is creating a surrogate fortress in the middle of the Middle East. The Israelis are being used as pawns, they're being used like old armies used to use sheep that ran before the armies. There are surrogates and their leadership knows that most israelis probably don't. they think they're creating a homeland. but it's a very, very sad situation of what's going on there. and of course the lebanese and the palestinians are caught in the middle of this. and iraq is part of that too. we have to remember that middle eastern oil is the oil that's used by a great deal of europe and china and japan. if we control middle eastern oil, we control our biggest potential competitors, japan, china, Europe. <applause> خب این صحبت های آقای جان پرکینز دیگه صحبت ما که نبود میگه ما اسرائیل به وجود آوردیم برای کنترل خاورمیانه و به دست آوردن نفت خاورمیانه برای همین ما اسرائیل به وجود آوردیم کمکش کنیم بزرگترش بکنیم و برای همین اصلا فلسفه وجودی اسرائیل پس اسرائیل به وجود میاد تو منطقه که جلو ما در حالا اینجا چه اتفاقی میافته شورش 57 اتفاق میافته شورشی بسیار شون بسیار تلخ برای ما ایرانیان که میخوان شاه و و به قول یک بلا که واقعا بله بیشتری باشه رو بذارن شاه به قول خود آمریکایی یا در دهه پنجه یاقی یا میشه شاه دیگه حرفا رو زیاد گوش نمیکنه برای همین تمام میکنه آمریکا شاه به حال با اینا داشت چیکار میکرد کجدار مریض جلو میره ولی میان کمپل شاه برمیدارن میگن آقا جان کجدار مریض نداریم آقای محمد رضا پهلوی پادشاه فقید ایران کجدار مریض با ما نیا یا واقعا باید بشین نوکر ما یا باید جلوی ما تکلیفت رو روشن کن شاه با اینا بازی میکنه خب شاه رو میان ور میدارن و در این انقلاب شوم پنجه هفت که شوم هست برای ما یک دفعه اهورامزا حالا شما میتونید جای اهورامزا این سیه سه نقطه چین هر چی دوست دارید بذارید من اعتقاد دارم به اهورامزا و نام اهورامزا میارم و کار خداست کار اهورامزا است که میاد یا حالا هر کی شانس میتونید بگیر انجام مقام بگیر چه میدونم اونایی هم که بچه ازبالایی هم میتونن بگن امام زمان اونایی که بی خدا هم میتونن بگن هرچی که عشقشونه بگن کاری به این حرف نداریم که آمریکایی که میان تا اردیبهشت شش آمریکا تلاش میکنه که بتونه قدرت کامل در حکومت ایران به دست بیاره کسی رو به جای شاه در این حکومت جایگزین گذین کنه که بله قربانگو باشه هر کاری آمریکا میکنه آقا بازرگان رو بذاره هر کاری میکنه داریش فروهرو رو بذاره هر کاری میکنه میده اینا نمیتونن تو بخش نظامی میاد دیگه کمک میکنه به مجاهدین خلق اینا رو بذاره خب خمینی آمریکا رو دور میزنه خمینی تو و هر حال به واسطه ی ابراهیم یزدی قولهایی رو به آمریکا میده ولی اونجا زیرش میزنه خمینی و شما نگاه کار واقعا اهورامزدا یا هر چیزی که شما دوست دارید جاش بذارید چگونه است که خمینی مرتجع میشه شانس تاریخی ما و همین خمینی مرتجه تا اردیبهشت 60 اجازه نمیده به یا که مهره خودشون رو جایگزین بکنن و حتی تمام بخشایی که در این حکومت در ابتدا به مانند سپاه پاسداران که با کمک آمریکا داشت ساخته میشد علیه ایران همه اینا زیر سایه خمینی میشن یک جریان ضد آمریکایی و دست آمریکا و متحدانش که در نشست گوادالوپ میشستن علیه مملکت ما تصمیم میگرفتن شاه مملکت ما رو بیرون میکردن انقلاب راه مینداختن کوتاه میشه از ایران خب در این شرایط که حالا جمهوری اسلامی میاد و انقلاب شده شورش شده هرچی نامش رو میخواید بذارید میاد چه اتفاقی میفته اسرائیل داره بزرگتر میشه جنگ را میندازه جنگ شیش روزه فلا همینجوری داشت بزرگ میشد یه دفعه میاد در سال 1359 یک شاهکار انجام میده جمهوری اسلامی میاد حتی اینجا کمک واقعا مصطفی چمران هست و حتی قبل از این داستان خود شاه هم به این مسائل فکر کرده بود این امام موسا سر بخشش رو با حمایت شاه بلند میشه میره در زمان شاه در لبنان که اونجا بحث های شیعیان رو بتونه متحد کنه ولی موفقیت با چمران و خمینی است میرن اونجا و حسن نصرالله رو پیدا میکنن و حزب الله را میفته حزب الله حکم چی رو داره من اینجا یک تحلیل رو دیدم از یک تحلیلگرای جمهوری اسلامی تحلیل چون جالبه من اینجا تکرار میکنم که اومده بود در این تحلیل اسرائیل رو به عنوان یک خرس معرفی کرده بود و حزب الله رو به عنوان یک زنبور خرس از تنها جانوری که میترسه زنبوره چون زنبور میاد نوک بینی خرس رو نیش میچون همه جای خرس و بدن خرس و پشم داره نمیتونه نیش بزنه میاد نوک بینی خرس رو نیش میزنه میره خرس اینجا کلافه میشه دیوونه میشه در حقیقت شما ببینید حزب لبنان در جنوب لبنانه حالا زده اونم شیعیان لبنان ببینید اینا کار اهورامزدا شیعه چیه جریان آریایی های مخفیص از دید ما میاد میتونست مثلا شما بگی شیعیان لبنان اینا مثلا در شمال لبنان باشن که اون موقع دیگه دسترسی نداشتن زیاد به اسرائیل اومده شیعیان لبنان در جنوب لبنانن حالا اینجا یه اتفاقی افتاده که قراره در ایران شاهو ببرن یه بله قربانگو بیارن به جای بله قربانگو یک خمینی مرتجعی پیدا میشه که اتفاقا شانس تاریخی دست آمریکا رو کوتاه میکنه حالا میان حزب رو اونجا راه میندازن و حزب الله هر سری چهار تا موشک از جنوب لبنان میزنه به سمت اسرائیل در حقیقت به مانند یک زنبور میاد نیش میزنه رو بینی این خرف برمیگرده اینا هم تا اینجا داشته باشید در مورد حسن نصرالله حالا خیلی جالبه من دو تا کد میخوام بهتون بدم که این آدم میدونید که من واقعا باور اسلامی متنفرم بحث شیعه من یه چیزی رو اینجا بگم عزیزان بچه حزب و شیعه اینا میخوام برم بالا بیام پایین من کار خودمو میکنم شیعه بزرگترین جریان اسلام ستیز اتفاقا شما هر جور حساب کنی شیعه مسلمان نیست برای همین ما میگیم هیچ ایرانی هیچ وقت مسلمان نشد و تمام شیعیانی که در دنیا هستن اینا یک بافت زخیم زرتشتی در ایرانی دارن این تو شک نکنید حسن نصرالله فردی است که بارها در سخنرانیاش گفته آقا لبنان و ما جزی از استانهای ایران هستیم حتی از واژه ایران استفاده کرده اما یه چیزی جالب که طالب هیچ کس بهتون اینو نگفته فقط میان به شما چی میگن میان شلوغ میکنن حزب الله تروریست فلان اربل هیچ نه آی حسن نصرالله آدم تون رو عزیز دلم حسن نصرالله به قدری ایرانو دوست داره که فارسیش از خیلی از شمایی که در اپوزیسیون هستید و چند سال در خارج از کشور میمونید فارسیتون یادتون میره و تو صحبتتون میگی آخ به فارسی چی میشه؟ اینجوری صحبت میکنید بخشی از شماها ها هنوز فارسی بلد نیستن حسن نسلایی که شما بهش میگید مرتجه و منم در بخش اسلامی با شما همراه هستم که حال اسلامی جماعت یک افکار تحجری هم داره اما قلب ببین بحث دی ان دیگه دی ای کار خودش رو میکنه طرف مسلمونه فکر میکنه عشقش قرانه ولی فارسی حسن نصرالله از خیلی از شماهایی که دم از ایران میزنید بهتره خب تا هیچ کسی اینو براتون نذاشته من اولین نفری هم که در چارچوب اپوزیسیون جمهوری اسلامی چون من به هر حال درسته با اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیستم ولی به خودی خود مخالف بخشهایی از این حکومتم از دل جریان اپوزیسیون بیرون اومدم به عنوان اولین کسی که بیرون از تیریبون های جمهوری اسلامی براتون میذارم که ببینید حسن نصرالله چقدر فارسیش خوبه اینو نگاه کنیم برمیگردیم منطقی ما به مرحله یک و نومیلی رسیده بود و کاملا اتوائیم بر فلسطین یه قسمت های از های اسلامی چه در لبنان، سوریه، اردن کاملا مسلط شده بود دولت های عربی به این نتیجه رسیدند که با اسرائیل نمیشه جنگید و باید تسلیم کرد و باید بریم تو خط مذاکره خب اونها منتظر بودند یه فرصتی پیدا بشه برای این چنین کاری، یعنی مذاکرات صلح ملت ها هم به این نتیجه نه به این نتیجه ملت ها هم مأیوس شدن از یه طرف ظلم رژیم های عربی به این ملت ها دیگه این ها روحیه از دست دادن بله این پارسی سخن گفتن آقای حسن نصر شرم بکنن بعضی هایی که پسر شاه بودن دخترانشون الان فارسی بلد نیستن صحبت کنن بذار یه چالشی را بندازیم اینجا چون خیلی ها اینجا دم از ایران گرایی اینا میزن میگم ما رو قله های ایران گریم ما میدونیم مسئله از چه منظری داریم نگاه میکنیم حسن نصرالا رو که فارسی شو من فیلمشو گذاشتم از آقای رضا پهلوی میخوام فارسی صحبت کردن دخترانشونو بزارن و پایان بدن به این شایعاتی که دخترانشون بلد نیستن فارسی صحبت کنن همین یه نکته بسته که تا تهش بخونید کی کجا وایساده این تا اینجا کار بگذریم آمریکا این همه مسئله منطقه رو پس تا اینجا توضیح دانیم. آمریکا یا اگه یادتون باشه یه زمانی میگفتن آمریکا قرار حمله نظامی کنه سالهای 2005 به این سو بود خیلی این بحث حمله آمریکا مطرح شده بود آمریکایی اومدن حالا با بحث 11 سپتامبر رو نقشه که کشیدن صدام و که مهره خودشون بود اینم یه نکته هر کی به یک جورایی مهره آمریکایی بوده باشه چه میخواد پادشاه فقید باشه که واقعا عاشق ایران بود چه میخواد صدام باشه چه میخواد قذافی باشه چه میخواد بن علی باشه هر کسی که بوده تو منطقه حتی حسنی مبارک که واقعا مبارک هم انسان به نوع خودش واقعا فرقیخته ایست حالا میگم من موازه خودم دارم هر کی باشه ور میدارن یعنی به هر حال آمریکایا هیچ وقت وفادار به مخروهای خودشون نیستن و آمریکایا میان صدامو ور میدارن به بهانه هایی که حالا 11 سپتامبر اینا حمله میکنن افغانستان بعد به بهانه مسئله اتمی حمله میکنن به صدام و تمام این کارشناسان بحث اتمی در سازمان ملل میان آمریکا عراق رو میگردن اینا نه بحث بمب اتم نبود که زنیم این همه دانشمندان اتمی اینا رو بکشیم حتی یک مورد بحث هسته‌ای رو تو عراق پیدا نمیکنن که معلوم میشه آمریکا دروغ گفته حقیقت داستان چیه حقیقت داستان اینه که آمریکا در طول زمان به ویژه در عراق افغانستان که به صورت سخت افزاری حمله میکنه هدفش اینه دور تا دور ایران پایگاه نظامی بزنه برای حمله به ایران دور تا دور ایران میگیره آماده میشه که یک حمله نظامی بکنه که ایران رو با خاک یکسان کنه به مانند سوریه که بتونن اصلا چون عقده دیگه داشت از ما ایرانیا گوی ای بابا ما شاه بردیم هر کی رو میزنیم اما رضا شاه رو بردیم شاه آوردیم شاه اومد برامون شاخ شد شاه رو بردیم این خومنی مرتجر رو آوردیم خمینی برامون شاخ شد آقا خون ایرانی چی DNA ای ایرانی چیه که ما هر کی رو میزنیم رو سر ایران هر کی رو میخوایم بیاریم حکومت رو چنج کنیم که نفت ایران و موقعیت جغرافی و سوقالجشی جشی ایران رو بتونیم تسلط داشته باشیم اینا برامون شاخ میشن یه رفعه برمیگنم میگن منم منم میکنم میگن ما میخوایم مستقل باشیم چون یه تاریخ هفت هزار ساله داریم این داستان چیست؟ بنابر این من پلر ایرانی رو در میارم. افغانستانی که گرفتم، عراقو که گرفتم، آذربایجان و اینام که پایگاه نظامی دارم، خود که پایگاه نظامی دارم، پاکستان که پایگاه نظامی دارم، کشورهای گوگلی مگولی خلیج فارس هم که نوچه خودم، همه اونجا من پایگاه نظامی دارم. می‌زنم ایران رو در میارم، اما یه مشکلی دارم. مشکل کجاست؟ مشکل اسرائیل. اسرائیلی که قراره نفت منطقه رو بیاد کنترل کنه و بزرگشه. یه مشکلی اونجا داره یه زنبوری اونجاست هی میان نیش میزنه رو بینی این خرسه بر میگرده آقا این زنبوره رو پس بر از بین ببرم بر میگرده چون آمریکا داشت آماده میشد 2007 و 2008 به ایران حمله کنه بر میگرده به اسرائیل میگه آقا بیا این پول و این و فلان و کمک و این هم تحجیزات بزن خارمادر رو یکی کنه و این هزبالله رو کلن از بین ببر جنگ 33 روزه دو 2006 بین اسرائیل و حزب الله رخ میده حالا اینکه جنگ کی بود چی بود اینا رو من کاری ندارم نمیخوام توضیح بدم 33 روز اسرائیل با اینا میجنگه یک آمار جالبی است و در این 33 روز هم اسرائیل موفق نمیشه شکست میخوره و عقدش رو سر مردم به لبنان خالی میکنه چرا آماری که هست در جنگ 33 روزه حزب الله موفق میشه 119 سرباز اسرائیلی رو به درک واصل کنه و 119 سر سرباز اسرائیلی کشته میشن و در بمبارانایی که حزب الله میکنه 48 تن از شهروندان غیر نظامی اسرائیل کشته میشن که خب توی بالاخره بمباران اینا همیشه انسان های غیر مسلح و مردم عادی هم کشته میشن ولی 48 تا حزب الله میکشه که تو اونم تازه همشون بحث موشکه چون نزدیک به 4000 تا موشک حزب به سمت اسرائیل شلیک میکنه دیگه خطایی میره اینا بعضیش تو خونه مردم میاد و 48 تا کشته میشه حالا اگه میخوایم بگیم بحث تروریستی حالا اینجا شده داشته باشید اسرائیل فقط نزدیک به 50 تن از نیروهای حزب نیروهای مسلح حزب الله رو میتونه بکشه 50 تا حزب اللهی نمیکشن در برابر 119 سرباز اسرائیلی که کشته شدن اما به جاش اسرائیل چیکار میکنه ار دموکرات ترین ارتش دنیا به قول آقای برنالوی لوی برنال لوی فرانسوی که برای جنبش سبز آستین بالا زده بود با جنبش سبز ایران را بندازه ایشون میگه اسرائیل دموکرات ترین ارتش دنیا هست. اسرائیل وقتی که میبینه زورش به حزب الله نمیرسه فقط پنجاه تا از سربازان حزب الله رو میتونه بکشه آتیش میگیره اینجا اینجا حرسش در میاد چیکار میکنه با هواپیما بلند میشه میره کل لبنان رو بمباران با میکنه 1200 الا 1500 تا آمار کشته شدگان مردم عادی لبنانه این 1200 الا 1500 تا رو شما بذارید در کنار اون 48 تایی که شهروندان عادی اسرائیل کشته شدن حالا من از شما میپرسم ارتش اسرائیل تروریسته یا حزب الله قضاوت با شما و مسئله که وجود داره اسرائیل زورش نمیرسه خب حالا یک مسئله حزب الله اونجا چیکار کرد در حقیقت آمریکایی که آماده شده بود به ایران حمله کنه از نظر استراتژیک نذاشت اسرائیل نابود نشد و اسرائیل گرفت چون اسرائیل میترسه اسرائیل به هر حال از این حزب الله به عنوان یک زنبور میترسه هر چقدر خرس باشه خرس از زنبور میترسه حزب الله باعث شد که نقشه های اینا اونجا شکست بخوره و آمریکام هم رفته رفته بابت فشار داخلی که داشت خانواده ارتشیایی که بودن هزینه های گذافی که داشت توی افغانستان و عراق میداد یواش یواش ضعیف شد توی عراق و افغانستان و یواش سرواز سربازهای آمریکایی فرا خوانده شدن به کشور خودشون ویژه در دوران آقای اوباما اوباما گفت برگردید دیگه دیگه فایده نداره دیگه نتونستیم در اینجا چیکار کرد ای چی سپاه پاسداران اینجا گارد جاویدان ایران میاد توی میدون اما نه با گارد جاویدان همیشه با اصله نمیاد بزرگانی مثل سردار سلیمانی وارد عرصه میشن سردار سلیمانی که خدا و نبوغ دیپلماسی نظامی است میاد میره تو عراق آقا میره تو عراق بچهای هشتل شعبی حالا البته نه اسم هشت شیعیان عراق رو جمع و جور میکنه حالا خیلی جالبه بیشتر فرماندهان هشتل شعبی و شیعیان عراق فارسی بلدن فارسی بلدن فارسیشون هم از خیلیایی که در اپوزیسیون ادعا میکنن خیلی بهتره و بچه هاشون هم دارن فارسی یاد میدن اینا چیزایی که خیلی خبر ندارن که در این حوزه برنامه میسازم و در مورد شیعیان عراق که چقدر عاشق ایران هستن و فرماندهان هشتال شعبی که دارن میرن فارسی یاد میگیرن و انقدر ایران رو دوست دارن که حتی تو جنگ ایران و عراق اسلحه ورداشتن و برای ایران جنگیدن در شرایطی که یک مش خائنی چون مجاهدین خلق میرفتن برای صدام می نه اینا اومدن برای ایران جنگیدن چون تاریخ خوب میدونن میدونن که اینا بخشی از ایران بودن حوزه تمدنی ایران عراق به هر رو این بخش حالا بزنیم نمیخوام زیاد صحبت کنم که سپاه پاسداران میره با شیعیان عراق حسابی اونجا نفوذ میکنه کلا مسئله سیاسی عراق میفته دست ایران مثل نوری مالکی اینا هر رئیس جمهوری میخواد عوض بشه اینا دخالت های ایرانه به درستی هم دخالت میکنه ایران عراق تو دست میگیره آقا دیگه اینجا اینا خیلی برهم میریزن یواش یواش ببینن ای بابا این بشار اسد هم که با ایران اینجوریه چیکار کردیم ما ما اومدیم ایران از بین ببریم حمله کردیم صدتا ما بردیم الان یواش یواش که اینا که تو عراق دارن حسابی جالان میدن با بشار اسد هم که جور جور اینجام که حزب ای اینا که رسن به عزیز دردونه ما اسرائیل اینجا بود که اینا دیگه برهم میریزن اینجا یه پرانتز باز کنم به اون کسانی که میگن چرا به حزب الله کمک شد و چرا در اون بمباران 33 روزه جنگ 2006 بعد ایران رفت اونجا خیلی از بخشای بمبارانی که انجام شده بود اونجاها رو ساخت با پول خودش بعد ایران چیکار میکرد حزب الله اگر اونجا نبود که خیلی از مسائل راهبردی در منطقه خیلی وحشتناک میشد امروز ایران سوریه میشد عزیزم وظیفه ما بوده بریم اونجا خرج بکنیم اینا حقیقت تاریخی است بابا جا آمریکا صدها برابر صدها چه ارز کنم ایران بودجه نظامیش 13 میلیارد دلار آمریکا 700 میلیارد دلار همه رو داره تو منطقه خرج میکنه با این همه هزینه ای که آمریکا کرده ایران یک صدم آمریکا تو منطقه خرج کرد همه اینا رو تونست خونسا کنه اونایی هم که فکر میکنن آمریکا خیلی خوبه فقط جواب بدن چرا شاه ایران رو برد اگر آمریکا خوب بود که شاه ایران ور نمی که قربونت برم نه آمریکا عاشق چشم و ابروی تو مونشکی و اینا نیست به ما میگن کل سیاه دیگه تو خارج از کشور عاشق تو کل سیاه چشمشکی نیستش که آمریکا عاشق نفتته عاشق طلای سیاهته عاشق موقعیت جغرافیاییته یه خورده آقا بابا چقدر شماها بعضیاتون بچه اید یه خورده بیدار شید یک مقدار میدونید با دنیا بیایید جلو یه خورده تحقیق کنید انقدر الاف نباشه تو فضای مجازی به هر روی ایران تونست تو عراق نفوذ دیپلماسی داشته باشه با بشار اسد جور جور حزب اونجا رسید ای بابا این همون امپراتوریه که یواش یواش متعرای دیپلماسی رسیدیم به اسرائیل عزیز دردونه ای که آقای جان پرکینز میگه ما راش انداختیم که نفت خاورمیانه رو قورت بدیم حالا اینا که رسیدن اسرائیل هم که قرار نابودش کنن بس اینجوری شد چه اتفاقی اینجا میفته اینجا پادشاه ملعون عربستان ملک پادشاه که چرت پوزش میخوام از واژه مقدس پادشاه خلیفه عربستان ملک عبدالله این میاد میگه آقا جان شما میدید مشکل کارتون کجاست با آمریکا یا مشاوره میده میگه حزب الله بری بالا بیای پایین نیروی عقیدتیه با نیروی عقیدتی که نمیشه جنگید قربونت برم گارد جاویدان ایران سپاه پاسداران سردار سلیمانی اینا اینا چک سپید امضا دادن برای جونشون کسی که چک سپید امضا داده برای مملکتش یا باورش یا هر چیزی که شما میخواین نام بیارید که من اعتقادم اینه که اینا چه بخوان چه نخوان در یک اتوماتیسم تاریخی نقش سربازان سورنا و گارد جاویدان هخامنشی رو بازی میکنه سورنا البته برای اشکانیان بوده به حال نقش سپاهیان ساسانی رو دارن بازی میکنن و قشنگ دارن در منطقه تاثیر میذارن میاد برمیگرده میگه آقا جان البته من یک پرانتزی هم باز کنم سر کانال سوئز یادم رفت که بهتون میگم مثل اول کانال سوئز رو بگم بعد از اینجا به بعدش بگم کانال سوئز که براتون گفتم یک برنامه جداگونه بعد بسازم کانال سوئز که خیلی مهمه درگاه مدیتران و سرخ به هم وصل میکنن نظر جغرافیایی افتخار کن ایرانی به خودت این کار داریو شاه بزرگه داریو شاه بزرگ 2500 سال پیش کانال سوئز رو برای مناطق ایرانی درست میکنه اون وقت شما امروز برو تو فیسبوک گردی بشین آبن نیوز گوش کن بشین اخبارای چرند رو گوش کن هی بیا علی خودت بیا صحبت کن ببین داریوش کجا رو فکر میکرده اون موقعی که نه امکانات الان بوده یا بحثا فهمید که بایستی در حوزه تمدنی خودش دریای مدیترانه رو با دریای سرخ و از راه آبی باز کنه و کانال سوئز و اولین بار داریوش شاه بزرگ راه اندازی میکنه درود بر شاهنشاه داریوش بزرگ درگردیم یعنی به بحث ملک عبدالله برمیگره به آمریکا میگه آقا جان سپاه پاسداران اینا به هر حال نیروی عقیدتی با حزب الله شماها سربازاتون مزدورن پول میگیرن به جنگن اینا بابا عقیده دارن نه چه سپیده برای جونشون دارن برای همینه که شما وقتی یه حججی رو میبینی که با عشق و علاقه میره در جبهه و دست داعشی لبخند میزنه در برابر شما سربازان آمریکایی رو میبینی که تو بهش سبزی هم میری میکنن ها تو عقیدتی نیستن آدمی که عقیده بین من برای چی مثلا در تمام این سال که شما شاهدید تهدید میشن فوشم میدن چندین بار بهم حمله کنن چرا محکم وایسادم چون یک موجود عقیدتی هستم و عقیدتی برای منافع ملی کشورم مبارزه کنم همین الانم هم, یعنی هم چه که سفیر امروز برای جانم دارم هر کی میخواد بیار ما رو بکشه بریم راحت چی من زندگی شوخی نداریم با کسی هر اگه جان ارزش داره اون ارزش جان بابت اینه که تو یه روز این جون تو برای وطنت بدی تموم شد رفت در همینه که این همه منو تهدید کردن حمله کردن من محکم وایسادم به هر روی که عبدالله میاد میگه آقا جان اینا نیرو عقیدتی هستند تو با نیرو عقیدتی که نمیتونی با سربازای رمبایی هالیوودی باشون به جلو که اینا ما باید نیرو عقیدتی درست کنیم ما علکی سالها که وحابیت رو در عربستان که چیز نکنیم پرورش که ندادیم ما سک های وحابی رو تو منطقه رها میکنیم سازماندهی میکنیم و اینا بتونن ارتباط ایران و با سوریه و لبنان رو قطع بکنن میان داعش رو راه میندازن البته بگم بحث سوریه و بحث منطقه بحث دیگری هم کنارش داشت ولی یکی از دلایل اصلش همین بود که نفوذ ایران رو در عراق و سوریه کم کنن که بازوی ایران نتونه به مچ خودش که حزب الله باشه خون برسونه که حالا این صحبت یکی از وزرای اسرائیلی هم هست که اشاره خواهم کرد برمیگردن داعش رو میندازن داعش یعنی چی دولت اسلامی شام و عراق وسط بیابونای عراق و سوریه داعش را میفته داعش میاد سری کشور را میندازه کشورش هم چند برابر بلژیک و اینا اونجا کشور را میندازه داعش و اینا میخوان که با حمایت از داعش داعش رو دو دهه در منطقه نگه دارن اینجا چه اتفاقی میفته مدافعان وطن ایران بلند میشن میرن در حوزه تمدنی البته شهامت و رشادت بشار هم باید در نظر گرفت گرفت یک سردار بزرگی سلیمانی میره تو منطقه و فتنه سک های رو 6 ساله جمع میکنه در همین هنگام جنگ با داعش بود که دیگه یواش یواش روسی هم اومد پشت ما سال 2015 میرسه سال 2015 آقای اسمش رو من نوشتم که یادم نره اگر اجا... ها موش یل... موش وزیر جنگ اسرائیل ایشون میاد در سال 2015 همین آقای موش یلون میاد در سال 2015 در سخنرانی در تل که هر ساله انجام میشه و صحفیونیستا جمع میشن برنامه‌هاشون رو میچینن اونجا میگه که ما مچ انداختیم این جمله آقای موش یلون میگه ما مچ انداختیم با حزب الله و نتونستیم این مچ بخوابونیم به خاطر اینکه هر دفعه اومدیم این مچ بخوابونیم بازوی این مچ خون رسانی کرد به این چیز مچ و این مچ موندش حتی نامی از ایران نمیره تو این سخنرانی ولی خب بازوی حزب الله کیه ایران دیگه آقای موشه یلعو میگه ما باید بازو رو قطع کنیم بازو رو قطع کنیم مچ خود به خود میافته اینها اومدن با داعش بازوی منطقه رو قطع کنن ایران که بتونن نفت منطقه رو قورت بدن آقا ببرن دیگه و اینجا خب رشادت های سردار سلیمانی و پنج هزار جانباخته مدافع وطنی که روانشون شاد هر وقت یادم میفته به مدافعان وطن که چه رشادتی کردن و محاسبات بین المللی و و متحدان آمریکا مثل فرانسه انگلیس همه اینا که یک زمانی در نشست گوادالا با پرروگری میشه سن پادشاهی کشور ما رو نظر میدادن بره یا بیاد میان و تمام نقشه اینا رو خراب میکنن حالا اینجا یه اتفاق دیگه ای که من نامش رو میزنم کار اهورامزدا هر کی دوست داره یه سه نقطه هر چی دوست داری و بی خدایی آتیسی هر چی هستی اگه ایران رو دوست داری بذار نامش رو شانس اونی هم که مسلمون بذار الله من کاری به این بحثا ندارم من یک ایرانی اصیل هستم یک ایرانی حقیقی و راستی باید زرتشتی باشه تموم شده رفت ما میزنیم اهورامزدا اهورامزدا چیکار میکنه یمن رو بهتون نشون دادم که جنوب چه اتفاق میفته اونجا تنگه بابل مندب هست و و یک طرفش یمنه یک طرفش جیپوتیه میزنه شیعیان یمن که در تمام طول تاریخ اینها رو نادیده گرفتن خیلی تو سری خور بودن این شیعیان یمن که بهشون میگن حوسی های یمن خیلی تو سری خور بودن میزنه و های یمن قیام میکنن اسلحه دست میگیرن که کشور رو بگیرن حالا موقعیت یمن جالبه میخوام تو این نقشه بهتون نشونم در این نقشه شما نگاه کنید شرق یمن کجاست شرق یمن در دست القاعده و نیروهای عربستانی اطلاف عربی است غرب یمن همش حوسی های یمن این قسمت سبزی که دارید میبینید غرب یمنه همه حوسی هن. یعنی اصلا دیگه میگم دیگه حالا یکی از این تحلیلگرای جمهوری اسلامی میگفت این کار خداست کار الله ما اینو نامش میزنیم این بحث آریایی اهورامزدا کار اهورامزدا واقعا که هم تباران حسیه ما از نظر نژادی اونجا میان و قیام میکنن و کشور رو دارن تو دست میگه یعنی الان دو تا مشکل میشه تا الان یه زنبوری بود به نام حزب الله زنبور دوم هم به وجود اومد البته این زنبور دومیه تو موقعیت جغرافیایی و منطقه خورده بیشتر یه دونه زنبور میره روی بینی خرس اسرائیل میزنه زنبور دوممون هم در یمن میره میزنه وسط این بینی خلیفه های واقعا چندشاور خیکی عربستان دلمون خانک اونجا هم این کارو میکنه شما فکر اگه این احمد نجات با همه اشتباهات یا کارهای درستی که داشته کنند جیپوتی هم میتونست برای ما بکنه الان چه اتفاقی میفتاد یعنی در حقیقت وقتی که اینا میبینن بشار اسد رو نمیتونن بردونن از بین رفته این ورم هزبالله رو نتونستن از بین ببرن اینجا هم که هم تواران حوسی مون اومدن دارن پدرشون رو در میرن کار به جایی رسیده که حوسی ها دارن موشک میزنن دیگه عربستان و اسرائیل و آمریکا اینا, دیگه روانی میشن وحشی میشن شروع میکنن نسکشی مردم یمن که این نسکشی در تاریخ آبروی از متحدان عربستان و آمریکا خواهد بود که به این نسکشی همتواران حوسی ما و حتی غیر سنی های یمن بخشی از سنی های یمن جالب بهتون بگم اینا هم با ایرانن بهتون بگم بخشی از سنی های عراق و سوریه هم عاشق ایرانن حتی بخشی از سنی های لبنان چرا بخشی از این سنی ها باز ایران خیلی دوست دارن چون حقایق رو به مانند من اسلام ستیست که میگم گور پدر اسلام و شیعه و سنی و غیر سنی ولی اسلام ستیزم ولی کشورم رو دوست دارم حقایق منطقه رو میدونم که منم میام میگم آقا آره دمش کم ایران دمش کم سپاه خب یک سنی هم از این منظر اگر وجدان ببین بحث وجدانه بحث دین و مذهب نیست اینجا اگر وجدان داری و ببینی آمریکا چه خیانت هایی داره تو منطقه میکنه چگونه پادشاه فقید ما رو میگی دمت گم سپاه چون اگر سپاه نباشه که ایران رو صد تیکه میکنن که نفتمون رو ببرن این حقیقت منطقه است خیلی از سنی فرهیخته ای که اهل قلم هستن اهل مطالعه هستن گوششون و گوششون رو به این صداهای گوشخراش پلیده های رسانه ای که در صد سال گذشته به وجود بلند نصف بردن خودشون تحقیق میکنن به مانند ما این با عاشق ایرانن اینا میران رو دوست دارن ایزان و این اتفاق چی میشه؟ اتفاقی میفته اینا وحشی میشن میبینن که در حقیقت کاری کردن که میخواستن ایران رو از بین ببرن در حقیقت برای بار دوم امپراتوری هخامنشی رو تونستن راه کنن یعنی کاری کردن که ما برای بار دوم به دریای مدیترانه رسیدیم به یاری اولا تسلطمون تسلاتمون بر دریای سرخ هم خواهیم داشت از طریق حوسیای یمن تنگه بابلمندم در دست ما خواهد بود این اصلا شک نکنید این اتفاقی است که در طول تاریخ اهورامزا همیشه یار و این سرزمین بوده حالا دارن چیکار میکنن میگن آقا جا نه این کارا تو جنگ منطقه ای فایده نداره مردم منطقه را اینقدر ما خونشون رو تو شیشه کردیم اینا آگاه شدن پشت سپای پاسدارانه ولی مردم ایرانو آقا ما مردم ایرانو انقدر شستشوی شوی مغزی دادیم با رسانه انقدر خائن پرورش دادیم در قالب اپوزیسیون و اومدن در جمهوری اسلامی نفوذ کردن توانستن در خود جمهوری اسلامی پنجاه درصد حکومت رو از آن آمریکا کنن تمام اصلاح طلب آمریکایی تمام این دولت گرین کارتی روحانی همه اینا آمریکایی هست آمریکا میگه خب من 50 درصد حکومت که گرفتم 50 درصد حکومت جمهوری اسلامی که اصلا طلبو باشه که این آمریکایی شد مردم هم که اینا ببخشید پوزش میخوام مردم عادی ما هم که اصلا تو باغ نبودن هیچ وقت چه تو زمان قاجار چه تو زمان دوابر پادشاه پهلوی چه الان که از مردم قاجار هم از نظر سیاسی سی پوزش میخوام اینا میگم عقب افتاده ترن مردم هم که ما مخشون رو شستشو دادیم هر چی میگیم مردم هم مثل توتی تکرار میکن میگیم حزب الله تروریسته قبل از اینکه خود جالبه تو میگم چقدر آمریکاییای واقعا با وجدان پیدا شدن الان نیروهای راستگرای آمریکایی برید فیسبوک هاشون رو بخونید برید شبکه های اجتماعیشون رو بخونید بسیار آگاهن و چقدر دفاع میکنن تا بگم از حزب الله و از سپاه پاسداران اینا خیلی خود آمریکایی فهمیدن اونه که وجدان دارن خیلی فهمیدن مون تو ها اینا با پدیدای رسانه چی میگن این گلوبالیستا میگن که آقا مردم اینا که ما هر چی بگیم تکرار میکنن میگیم حزب الله تروریسته قبل از اینکه مردم خودمون تو آمریکا قبول کنن حزب الله تروریستن مردم ایران دارن اربده ای تروریست بودن حزب الله رو سر میدن رسانه هاشون هم که ما آدمای دیوانه ای مثل روح الله زم و اینا رو هم میاریم براشون با فخر و این رو میاریم اینا چرنپرند سیاسی بگن یه کمکی میکنیم یه کتابی براشون بنویسیم یه بودجه براشون تعیین میکنیم آمن نیوز بیاد بالا بگه جمگیری کنین مخره مار داره مردم میرن یک میلیون سی هزار تا فالو میکنن نهایتا چون ما دموکراسیمونم هم زمین نخور و اینا چهار تا امید امیددانان پیدا بشن اینا چه تاثیری دارن نهایتا 100 هزار تا 200 هزار تا میبیننشون. جمعیت که 80 میلیونه انقدر ما پروپاگاندای رسانه‌ای کردیم خار مادر اینا رو یکی کردیم تازه با همین رسانه‌ای که ما داریم من باز ما سانسور میکنن خیلی جالبه در مورد مسئله جنگای 70 80 سال پیش اروپا که نمیتونیم حرف بزنیم عکسی میزنیم یه کوچولو نشانی از درود آریایی باشه سری ما پاک میکنن میگه این درود آریایی یادآور یک سری جنگ توی اروپا بحث آلمان و اینا اصلا نمیتونی بزنی آقا این درود آریاییه نه نمیشه فلانه سری چیزت میکنن الان اینستاگرام من عکس های اواخری که گذاشتم از حزب الله که درود آریایی گرفته بودن همه اینا رو پاک کرد سپاه پاسداران مثلا درود آریایی داره حزب الله داره حوثی ها درود آریایی میگن که توی برنامه حالا نشون نمیدم زیاد همه اینا رو پاک میکنیم اوکی اینا بحث اینجوری پدرتونم در میاریم سانسورتون هم به انواع و اقسام قضایا میکنید زورتون نمیرسه بس الان ما مردم ایران رو باید فکرشون عوض بکنیم که کردیم ما تا الان میخواستیم جمهوری اسلامی رو سر به راه بیاریم بشه نوچه خودمون شاه یه ذره ما اصلا اشتباه کردیم یه شاید یه جایی شاه با صدقه کجران مریض با ما میگه شما که اصلا دیگه کجران مریض هم نمیگی بگی نه ما اینا حالا بعد حالا بعد چیکار کنیم با یک انقلاب دیگر در ایران موقع اما اگه این دفعه انقلاب به پا افتاد آخ من دیگه به این پدر سوخته ایرانی ها اطمینان نمیکنم. این دیدگاه آمریکایی سا من دیگه به این پدر سوخته های ایرانی اطمینان نمیکنم. هر کدومشون چه چپ چه راست چه بالا چه پایین به جای جمهوری اسلامی بخواد بیا من فلفور تمام ایران رو میکنم خوردش میکنم اول این همه خزینه ای که من تو کل این چهل سال کردم و انقدر رو اصلامم رفت پدرم درمد هزینه گذاشتم نیروی انسانی گذاشتم اینا رو دمار از روزگار اینا در اول مثل سوریهشون میکنم پدرشون در میارم بعد اینا رو یه دونه شاه یا یه دونه رئیس جمهور براشون یه حکومت براشون نمیذارم هر محله ایران هر محله نمیگم هر شهر هر منطقه ای از هر شهری در ایران این یه حکومت خود مختار میدم دستشون قبیله قبیله ایشون مثل خود یمن هم خیلی قبیله که اینا دیگه هیچ کدوم نتونن برای من شاخ بشن اینا نباید متحد بشن اینا نباید بشن ایران اینا باید ایرانستان بشن هر بخشی باید تیکه تیکه بشه این بحث الان اینه که چون اینا تو موقعیت جغرافیایی و منطقه شکست خوردن نه تنها شکست خوردن هنوز الان دارن میبینن آقا حزب الله تازه حوثیای یمن حوثیا پیروز بشن تنگه هرمز که دست ایرانه تنگه باب المندب هم دست ایران میفته اونجا هم که حزب الله بزنه پدر اسرائیل در بیار دریای مدیترانه دیگه آقا ما چیکار کنیم نفته که کل ایران گرفت در همین من میگم به یاری اخونو مزا اگه مردم ما بخشی آگاهشن اگر در درون حکومت جمهوری اسلامی واقعا در منطقه فوق العاده است همونقدر که در منطقه فوق العاده است من نمیدونم چرا تو بحثای حوزه داخلی خراب میکنه با یک بحثای بچگونه جمهوری اسلامی مردم رو سر لج میندازه مردم هم سر لج میفتن سر یک سری بحثای بچگونه به مانند حجاب به مانند آزادی های مدنی خب بابا بد مستم ما که به عنوان نیروهای اسلام ستیز ایرانگرا فهمیدیم تو تو منطقه کارت درسته حداقل این بحث حجاب و آزادی مدنی من ویلکو. بابا ول کن مردم اینقدر تو دامن دشمنان وجودی نیفتن جمهوری اسلامی به حال اگر بتواند یک سری آزادی مدنی و اینا رو بین مردم و همراه خودش کنه ما میتونیم با قدرت هایی که داریم تو منطقه میگیریم و کمک بیشتر اقتصادمون اگر خوب بشه به یاری اورمزا و بیشتر بتونیم به همتواران حوسی و حزب اللهی کمک کنیم در بخش لبنان که اینا هم نیروهای آریایی هستن به هر حال حزب الله اینا بچه شیعی هستن که نیرو آریایی هستن دیدید دیگه حسن نصرالله فارسی صحبت کردنشو گذاشتم اینجا هم چالش گذاشتم که آقای رضا پهلوی هم فارسی صحبت کردن دختراشو بذاره ببینیم چقدر آیا حداقل ثابت کنه از بچهای حزب الله دختراش فارسی صحبت کردنشون بهتره بگذاریم و بتونیم به اونام بیشتر کمک بکنیم ما در حقیقت قدرت از قبل تا سال 2050 به سمت ایران میره به یاری اهورامزدا اما اینجا ما یک خطر داریم اگر مردم ما نفهمند جمهوری اسلامی پافشاری کنه سر یک سری بچه بازیایی چون هجاب و اینا که خنده واقعا مسئله منطقه رو نگاه میکنه این بحثا خیلی کمدیه اگر جمهوری اسلامی پافشاری کنه مردم هم اینطوری تو دامن این پدیده های واقعا جالبی که در اپوزیسیون و در رسانه ها هستن همون حرفا همون چرندیات رو تکرار کنن صحبتهایی که خود آمریکا میکنه مردم به خودش قبول ندارن ولی مردم ایران تکرار میکنن خیلی چیز جالبیه و همون رو مردم تکرار کنن و اگر شوربختانه خدایی نکرده یک تظاهراتی بشه یک انقلابی در ایران بیفته هر مرزی بیفته و ایران به سمت سوریه بره و خدا به دور واقعا اهورامزدا کمکمون بکنه اگر آمریکا موفق بشه جمهوری اسلامی رو برانداز کنه ایران نابود شده در حقیقت نتیجه اینه که آنانی که امروز بر تبل براندازی دارن میکوبن در حقیقت دارن بر تبل نابودی ایران میکوبن چون الان ما تو منطقه داریم قدرتمون رو میگیریم و باید این مسئله رو بهتر بفهمیم من تلاش کردم در این برنامه کل منطقه رو توضیح بدم توضیحات لازم رو دادم این حوزه میدونم حوزه سنگینی است بازم برنامه میسازم بازم مسئله مطرح میکنم چیز دیگری نمونده همه چیزهایی که بایستی میگفتم و بیان کردم و در ارتباط با حوسیا امیدوارم که آگاه شده باشید اینم واقعا کار اهورامزداس که حوسیا غرب یمن افتادن چون درد مهمه تنگه باب المندب در غرب و این مسئله مهم مسئله نباید خیلی ریبه واقعا چرا الان خنده وقتی نقشه جغرافیا رو میبینه مسئله منطقه رو میبینه واقعا چقدر خنده داره برخی از سیاسیون ما در میگن جمهوری اسلامی مرزاش مشخصه تو مرزای خودش باید کشورش محافظت کنه واقعا چقدر بعضی ها بیشعورن چین بلند شده از اون سر دنیا اومده جیپوتی پایگاه نظامی زده بعد اینا به ما میگن تو پا... <تصفح> واقعا ما اپوزیسیون و سیاسیون باحالی داریم خیلی باحالن یعنی برای محض رضای خدا یه بارم که نه یا محض رضای هر چیزی که فکر میکنن یه بارم نشده نقشه جغرافیا رو نگاه کنن بعد این فکر رو به جان بودن به هر حال دم همه گیم هم امیدوارم اطلاعاتی که در این برنامه دادم که این مهمترین برنامه هم در حوزه منطقه بود در ارتباط با حزب در ارتباط با حوسیا همه چیا بهتون گفته باشم عیزا اگر میخوایم به بقای نژاد آریایی به بقای این ایران بزرگ همین ایران مرکزی هم که حتی الان هست ادامه بدیم بایستی بیرون از مرزهای ایران پا بزنیم میگن آقا حالا ما بیرون مرزهای ایران پا گذاشتیم. وقتی مردم داخلمون خوشحال میسن ناراحتن بدبختن چه فایده ای داره من سطح بحثا رو واقعا نمیخوام پایین بیارم اینجور سوالات واقعا برید در عزیزان آمد نیوزی و اینا بکنید با همدیگه خوش بگذرنید ما اینجا کار تحقیقاتی میکنیم بحثا رو سطحش رو پایین نیارید خب اگر این حضور ما تو منطقه نبود که الان مردم ما اگر خیلی بدبختن بدبختتر میشنن حداقل شیر آب باز میکنن آب تو دستشون میاد وقتی بحث سطحش رو میارید پایین منم مجبورم جواب سطح پایین بهتون بدم و مسائل واقعا بعضی نوک نکه بینی میبینن آقا چه فایده ما تو هزبالا اینجا یمن رو داریم کمک میکنیم هزبالا رو کمک میکنیم رو کمک کردیم این کاری که همه اینه که میگی امید درست فایده نداره من سر سفرم گوشت و مرغ نیست چیکم هم گوشت نست خب کات بخوره به شکم چی چیکار کنم که گوشت نست ما برای کشورمون جون میدیم تو میگی که شیکم هم گوشت نست برو جمعش یعنی یارو میگه آی تو که تو قرب نشستی بیا تو ایران یه حرف رو بزن. تو ایران هم بودم همین حرف رو هم زنم تو خود ایرانش هم تونتن شعار علیه حکومت دانم گفتم مرگ بس برای زندانش هم پنج بار رفتم تو که الان تو ایرانی نمیخواد مثل من پنج بار بری زندان بیا یه جنمی از خودت نشون بده جنمت چقدره بحثا رو کوچیک میکنن بعضیا میدونی سطح بحث به خاطر ناآگاهی پایه‌ای که دارن به خاطر ابتزالی که پدیده رسانه بر سرشون آورده که خودشون هم خبر ندارن چقدر عقب افتاده سیاسی میان پرسش هایی رو مطرح میکنن در باب برنامه من که واقعا شرمش میشه جواب بده بنابراین اونهایی که میفهمن ما داریم چیکار میکنیم سطح بحث رو در بالا نگه میداریم این بحث ها بایستی در سطح بالا بمونه بحث ها رو عمقی ما مطرح میکنیم دیگه اونایی که میفهمن دمشون گرم به اونایی که نمیفهمن تلاش کنن یه خورده بگم بیشتر بفهمن من دیگه بیشتر از این نمیتونم انرژی برای یه مش آنمایی بزنم که واقعا خودشونو به خواب زدن واقعا به خودشونو بخواب دارم تو رو خدا یه خورده بیدار شد تویی که میگی آمریکا بیاد منو نجات بده حتی نقل برو جلو آینه از خودت بپرس بگو گوره بابای امید دانا گوره بابای هر چیزی که امید دانا میگه من چی من چرا فکر میکنم آمریکایی که اون سر دنیاست عاشق چشم و منه میاد حکومت منو برمیداره که حال بده به من یه مقدار بزرگ شید خواهشن یک مقدار بزرگ منظورم عقلی سیاسی یک مقدار بلوغ سیاسی پیدا کنید سرتون در نیارم روزگارتون خوش تا برنامه بعدی این برنامه هم مدیون هستید اگر دیدید تاثیر اگر ازش گرفتید و پخشش نکردید تا اونجا که میتونید این برنامه میخوام پخش بشه این برنامه باید بازدید زیادی پیدا کنه حداقلش اینه که میخوای برای کشورتون کاری کنید این صدای ایران خواهانه صدایی که بعد از ست سال از پدیده رسانه برای اولین بار بدون هیچ جناح در راستای منافع ملی ایران داره صحبت میکنه رو پخش نکنید پاینده ایران بدرود